به نام آن که در بدایت بدایت همه چیز و در نهایت نهایت همه چیز اوست ای خدای پاک و بی انباز و یار دستگیر و جرم ما را درگذار یاد ده ما را سخنهای رقیق کان به رحم تو را ای خوش رفیق گر خطا گفتیم اصلاحش تو کن مسلحی تو ای تو سلطان سخن کیمیا داری که تبدیلش کنی گرچه جوی خون بود نیلش کنی این چنین میناگری ها کار توست این چنین اکسیرها ها زسرار توست خدمت همه شما عزیزان و سروران گرامی درود و ادب و سلام دارم همانطوری که استهزار دارین در شبه های گذشته موضوع سخن ما تفسیر موضوعی قرآن کریم با محوریت اعمال عرفانی عرفان عملی مبحث یغزه و بیداری توبه انابه محاسبه و مشارطه نفس بود ما در نوبت گذشته از منظر قرآن و عرفان و برهان مبحث یقزه و توبه را گفتگو می کردیم و بعد از آنی که از اون بیداری و تولد دوم انسان سخن گفتیم بحث ما منتهی شد به اون مقام اعلایی که از او تعبیر می شود به مقام تائبین و مبحث توبه در حقیقت وقتی که ما توجه کنیم از منظر ادبیات دینی و عرفانی ما توبه خلع لباسی است و پوشیدن لباس دیگری است همانطوری که قرآن کریم تاکید می کند بر اینکه شما یک لباس ظاهری دارید و لباس باطنی اون لباس باطنی رو قرآن تقوا میداند و لباس و تقوا که خیر اگر شما لباس تقوا بر اندامتون و بر روحتون پوشیده شود بهتر است و لباس دیگری ما داریم در برابر تقوا لباس فجور است لباس جفا است لباس تقصیر است یعنی انسانی که فرو رفته است در تقصیرها در جفاها در پستی ها و پلشتی های نسبت به خودش در حقیقت توبه اون انقلابی است اون تولدی است که انسان خلع می کند اون لباس جفا را و اون لباس تقصیر را و بعد از آن می گستراند بساط وفاداری را عشق وافی است وافی می خرد در حریف بی وفا می ننگرد. بارها عرض کردیم این کلمه وفا که گفته می شود به معنای این که شما پیمانه را پر بدهید هر حرکتی و هر کاری را اگر تمام کردید اون اتمام را می بویند، وفا و شما وافی هستید به عهدی که نسبت به اون عهد شما عامل بودید خب ما در نوبت گذشته در مورد معلفه های توبه سخن می گفتیم در ادبیات عرفانی ما و رفاع ما اشاره کردن به این که از یک نگاه وقتی که ما به توبه توجه می کنیم این توبه ارکانی دارد و میگویند سه رکن اصلی است که اینها ستونهای توبه هستند اول علمی که در انسان ایجاد می شود و دوم حالی که به قلب دست می داد و سوم اراده و فعلی است که از این قلب برمیخیزد خب مسلما هر حرکتی باید متکی بر علم باشد اون علمی که میخواد در من خشیت ایجاد بکند انما یخشی الله من عباده العلماء یعنی ما دعوت شدیم به آگاهی به علم به تدبر عبادتی که میشود روی علم باشد حرکتی که میشود روی علم باشد تقوایی که انسان دارد مبنای او علم و آگاهی باشد این علمی که در توبه به عنوان ارکان توبه مطرح می شود علم به یک سلسله حقایق و واقعیت های وجودی انسان است اینکه انسان به این ها و دام های نفس خودش توجه کند اینکه انسان علم به این پیدا بکنه یعنی علمی که توعم با یک بصیرت باشد با یک تعویل باشد با یک حکمتی باشد که انسان درک بکند که این نفس او اَجْدَر نفس اجدر هاست او کی خفته است از غم بی افسرده است این نفس رو توجه کنن که این نفس یک اجدهایی است یک ماری است و این نفس در دو بینهایت قرار دارد بینهایتی که بسیار زیباست بینهایتی که بسیار ستایش می شود بینهایتی که بسیار متن می شود و اون بینهایتی که ضعیف است اون بینهایتی که کفور است اون بی نهایتی که ناسپاس است اون بینهایتی بی نهایتی که فجور است و این رو اشاره کردم در سوره شمس خداوند میفرماید و شمس و زها و القمر اذا تلاها و نهار اذا جلا و لیل اذا یخشا و سماع و ما بنا ها و الارض و ما تها نه سوگند خداوند یاد میکند بعد سوگند یاد میکند به اون جان انسان و نفس انسان و نفس, انسان و, نفس و ما ها سوگند به نفس انسان و اون کسی که این نفس را تناسب و تعادل درش ایجاد کرد فالهمها فجورها و تقواها پس الهام کرد به اون نفس یعنی قرار داد و در اون وجود نفس در اون جوهر نفس قرار داد فجور را یعنی زشتی را پردهدری را و تقوا را یعنی پاکی را انسان بین این دو بینهایت قرار گرفته است و این انسان در این مرحله که علم پیدا می کند به اینی که اگرچه من اون تاج اعتینا بر سر دارم انا اعتینا کل سر اگر چه انسان خلیفت الله هست به مقام کرامت رسیده است و لقد کرمنا بنی آدم بر کرسی رفیع خلافت اللهی تکیه زده است این انسان اما این انسان رو خود خدا میگوید این انسان کفور است خلق انسان حلوعا این انسان بی صبر است این انسان ناسپاس است این انسان ظلوم است این انسان جهول است این انسان ناسپاس است و این انسان زال است و گم است و گم شده است و این جنبه های منفی و این بینهایت پستی و پلشتی را که مطرح می کند وقتی که من بین این دو بینهایت قرار دارم و به این دام ها و ضرب های نفس خودم توجه می کنم و به اون تقصیر ها از این علمی که در من ایجاد می شود که اولین رکن توبه ذکر شده است در ادبیات دینی و عرفانی ما و علم به این که در من یک ظرفیتی است که می توانم اون امانت را بشکنم چون من حامل امانت الهی هستم دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدن ساکنان حرم ستر و افاف ملکوت با من خاک نشین باده مستانه زدن آسمان بار امانت نتوانست کشید قرعه فال به نام من دیوانه زدم من استعدادی دارم که زلومم جهولم و می توانم با ظلمم و با جهلم این امانت را بشکنم اون امانتی که من حائل حامل اون امانت هستم که انا عرضن الامانت علی السماوات و الارز. ما عرضه کردیم بر آسمان ها و زمین امانتی را فعبین ان یحمل ها آسمان ها و زمین و کوها عبا کردن از حمل این امانت ابا کردم ابای وجودی و همه حل انسان انسان حامل این امانت شد من علم به این پیدا کنم که من این امانت را شکستم این امانت را نتوانستم به مقصد برسانم از این علم یک حالی در قلب ایجاد می شود که این جزو رکن دوم توبه است و اون حال در انسان یک طلبی یک سوزی یک آتشی یک نیازی را ایجاد می کند که چرا من چنین کردم و نتیجه این سوز این است که اراده ای در من تحقق پیدا می کند چون وقتی که من علم پیدا کردم این علم من تصوری دارد و تصدیقی من تصور می کنم اون اصول خودم و تقصیرهای خودم و تصدیق می کنم به این که من عقب ماندم و از این تصور و تصدیق سوزی در من ایجاد می شود و نتیجه آن این است که من عزم می کنم و اراده می کنم تا به فعل برسم تا اینکه من یه کاری بکنم من باید یه کاری در اینجا بکنم من باید قیامی بکنم من باید یه اقدامی بکنم در اینجاست که این اراده در سه ناحیه تحقق پیدا میکنه یکی این که اون چه که منو ساقط کرده این عاملی که باعث شده من ذلیل بشم و من فرو برم و من غرق بشم من دوچار غم بشم من دوچار استراب بشم من دوچار استرس بشم این عامل رو من باید ترکش بکنم رها کردن گناه که من این گناه را رها بکنم تا طبعاتش منو نسوزاند این اراده در این مرحله تحقق پیدا دوم این که در کنار این یک عزمی در من ایجاد می شود و جزمی در من ایجاد می شود که دیگه هرگز بر نگردم یعنی اینطور نیستش که من هی برم و بیام کمان که دیروز عرض کردم عزم بر این اراده من است اراده قوی عزمی که گفته می شود اون اراده قوی هست یعنی ضرورت یعنی لا یتقیل این که میگن پیامبران اولال عزم یعنی پیامبرانی که دارای یک اراده بزرگ و قوی و آهنین بودند بنابراین به دنبال این یک عزمی در من ایجاد می شود و و بعد این اراده معطوف می شود به این که من حرکت کنم و جبران بکنم اینجاست که ما میبینیم ارکان توبه تحقق پیدا میکند و این ای که من میخوام گناه را رها بکنم و عزم کنم و جبران میخوام بکنم و اون علم وقتی که به وجود میاد اون حال وقتی که در من ایجاد میشه و این فعل یعنی اون توبه علمی توبه حالی و توبه فعلی که در من رجعت را ایجاد میکند که دیروز عرض کردم در مورد این رجعت و بازگشت داریم صحبت میکنیم یه عناصر دیگری در کنار این عواملی که ذکر کردم میان و این رو تکمیلش میکنن در کنار این باید یک نوع صداقت و خلوصی وجود داشته باشد اخلاص اون چیزی است که خریدار دارد در عالم ملکوت و من این رو بارها عرض کردم اخلاص یعنی پاک شدن و رها شدن و اخلاصی که در اینجا گفته می شود که یکی از جنود عقل جوهر توحید است در اون جایی که حضرت زهرا در مسجد النبی در مورد توحید سخن میگوید اشهد ان لا اله الا الله کلمه لا اله الا الله لا اله الا الله نفی هر الهی است در عالم هر الهی که معبود من می شود چه چیزی معبود من می شود زمانی که من نسبت به هر امری در این عالم آزادی و اراده خودم را از دست بدم من عبد او هستم اگر شما در برابر پول اراده خودتون از دست دادید شما عبد و سروه هستی. در برابر شهوت اگر من اراده خودم رو از دست دادم عبد و هستم در برابر قدرت عبد القدرت هستم خدایان متعدد را من میپرستم و به دست خودم ساختم گاهی خودم خودم را میپرستم توحید میگه تو باید به این وحدت برسی لا اله الا الله اما کلمتون حضرت زهرا و سلام الله و علیها میفرماید کلمه ایست یعنی یه حقیقتی است که جعل الاخلاص تعویلها خداوند اخلاص را تعویل تعویل یعنی برگرداندن به اول یعنی تعویل لا اله الا الله اگه لا اله الله بخواد زنده بشه و راه بره اون چیزی جز اخلاص چیز دیگری نیست و این اخلاص وقتی که به اون درجه عالیش میرسه انسان به مقام مخلص میرسد یعنی خودش خودش را از اون زوائد از اون حشویات خالص میکند و جایی که خدا دست او را میگیرد و او را به مقام مخلص میرسد یعنی خدا او را خالص میکند که میگوید که این شیطان همه را میگوید قسم یاد میکند که من فریب میدم الا عبادک المخلصین در کنار این علم و حال و فعل و اراده برای توبه اخلاص باید مطرح باشد و صداقتی که در کنار این اخلاص مطرح میشه یعنی من با همه ابعاد وجودم با باورم با احساسم با عواطفم با هیجاناتم با خواستهام با فعلم با زبانم در همه ابعاد یک حالت وحدت و مجموع صادقانه آنچه را که میگویم باور دارم و آنچه را که باور دارم عمل میکنم تبعیض در توبه قائل نیستم چشمم توبه میکند دستم توبه میکند پایم توبه میکند همه اجزاء وجود من و همه این ارکانی که نقش داشتن در اون تقصیر صادقانه همه وجود من یکیست و من خالص خالص همون چیزی که قرآن تعبیر میکند از او توبه کنید توبه نسو که انشالله در شبهای بعد ما یک شب هم در مورد توبه نسو ما سخن خواهیم کرد در کنار این عناصر دیگری که مطرح میشه اخلاص است صداقت است و در رأس همه حسن زن به خداوند یعنی کسی که به خداوند خوشبین است امید دارد لا تغنت من رحمت الله از رحمت خدا معیوس نشید بازای بازای هر آنچه هستی بازای در کافر و جبر و بتپرستی بازای این درگه ما درگه نومیدی نیست صد بار اگر تو به شکستی بازای امیدی داشته باشم من همه اینها مبتنیه بر علم و آگاهی است و حسن زن داشته باشم سوء زن نداشته باشم یکی از مصادیق زالین یعنی گم شده ها و مغزوبین یعنی غضب شده ها انسان هایی هستند که به خداوند سوء زن دارند و در آموزه های دینی ما مطرح شده کسانی که بخیر هستند کسانی که مثل لاک پوش هر چیزی رو میخوان زیر لاک خودشون ببرن و کسانی که وجودشون رو تبدیل به انرژی نمی کنن. و این انرژی رو تقدیم به دیگران نمی کنن. کسانی که مال دارن ولی نمیخوان ببخشن و نمیخوان بدن و نمیخوان بگذرن و معامله با خدا خداوند به اونها میگه بیاید با من معامله کنید شما اگر انفاق کردید اگر یکی دادید 700 تا میگیرید اگر یک حسنه دادید ده برابر میگیرید اگر اهل معامله هم هستید بیایید با من معامله کنید اینها اعتماد به حاج محمد آقا یا به علی یا به دوستشون که بیزینس داره دارن اما اعتماد به خدا ندارن کسی که بخیر است میگه با بخیر مشورت مکن زیرا که بخیر به خدا سوء دارد آدمی که بخل داره بنابراین سو این سوء یه عنصر بسیار بسیار حلاکت آوریست این هستش که من باید خوشبین باشم حسن زن به خداوند در کنار این حسن زن و در کنار اون اخلاص و صداقت یه ذکری در اینجا مطرح می شود. و اون ذکر که در اینجا گفته میشه ذکر منظورم ذکر زبانی نیست ذکر یعنی حضور ذکر قبلا من این رو عرض کردم این ذکری که میگفت میگن که از ذکر و ذکران ذکر و لا ان نسیان و ذکر ان نسیان یعنی ذکر ذکر است در برابر نسیان یعنی فراموشی شما چیزی رو فراموش میکنید باید حاضر بشود در نزد شما یا اینکه چیزی رو داری میخوای حفظش کنی اونم ذکره یک نوع مراقب است این ذکری که در اینجا گفته میشود یک ذکر حالی است انسان حالا دائما متصل به این باشد که من ناقصم دائما به این متصل باشد که به قول امام حسین علیه السلام که دیروز عرض کردیم مساوی منم یعنی اون ارز میکنم که خوبی های منم مساوی هم. خوبیهای خوبی من های منم بدی هم. نسبت به اون خوبترها در اون جایی که من توجه به این نکته میکنم به اون نقص های خودم رو میبینم ذکر به معنای یاداوری اما ذکر به معنای نیست که من بر زبانم چیزی لغلغه زبان من بشه ذکر یک نوع حضور است که در اینجا که حاضر میشه یعنی وقتی که گفتیم یا رحمان یا رحیم ذکر رحمان یعنی من بشم رحمان ذکر رحیم یعنی من بشم ذکر ستار یعنی من بشم ستار من بشم مظهر ستار من بشم مظهر رحیم من بشم مظهر قفار اینا اینا میشه از ذکر ذکر یعنی این اصلا ذکر برای این است که من متصل به این اسم بشم و بشم مظهر یا جبار مظهر یا قهار مظهر یا کریم مظهر یا رحیم و مظهر اسما و صفات خداوند عبدی عطعنی ابدی حتی اجعلک مثلی بنده من اطاعت من بکن تا تو را مثل خودم قرار بدم بنابراین در اینجا این ذکری که مطرح میشه ذکر نقص ها و تقصیر ها و در نهایت اعتراف و اقرار وقتی و اقرار وقتی که من خطایی از من سر میزنه توجه داشته باشید در این خطا گاهی انکار میکنم گاهی فرافکنی میکنم به گردن دیگران میندازم گاهی خطا رو مطمئنم خطا کردم اصرار میکنم و گاهی اعتذار میکنم یعنی عذر و بهانه میارم فرافکری میکنم و گاهی هم نه من اقرار میکنم اعتراف میکنم بر این که من این خطا را مرتکب شدم و این خطا در برابر چشمان من ممثل میشه اصلا در ادبیات دینی ما هست که وقتی که خداوند میخواد خدمتی به انسانی بکنه و او رو متنبهش بکنه و اون زاکر میخواد ذکر رو در او ایجاد بکنه گناهان او را در برابر چشمان او مجسم میکنه و پیغمبر اکرم به عبازر میگه که چه بسیار انسانی که گناه میکند و همون گناه باعث نجات او میشه و همون گناه او را به بهشت میبرد بعد سوال میکند که یا رسول الله چگونه میشه گناهی که این انسان را به بهشت میبرد میگوید شخصی که گناه میکند و خطا میکند و همون گناه ممثل میشود خداوند او را ممثل و مجسم میکند در برابر چشمان او وقتی که این نگاه به این تقصیرهای خودش می کند اقرار می کند اعتراف می کند و این اقرار و اعتراف باعث می شود که این دائما در صدد جبران بر بیاد و این جبران او را به اون نقطه اوج کمال میرساند. پس در کنار اون علم و حال و فعل صداقت و خلوص و ذکر و حسن زن به خدا اینا همه مکمل توبه هست و بعد در کنار همه اینها غیر از اون ستا این چهارتا آخریش استغفار است استغفار غیر از است. تو بس بحث مفصل درباره استغفار داریم ازاجا جا الله و برای و رعیت الناس ید خلون فی دین الله افواجا فسب به هم به رب بکر و استغفره. این استغفاری که گفته می شود طلب قفره طلب قفران یعنی خداوند باید منو ساپورت بکنه توبه پشت کردن به گناه هست در حالی که توجه به او دارم اما استغفار این است که بعد از آنی که من ترک کردم اون زشتی را و اون پستی را و اون پلشتی را حالا باید تدارک ببینم که جبران بکنم و محو بکنم آثار اون گناه رو بالاخره اون آثاری در وجود من داشته من باید آثار او را از بین ببرم گاهی ساپورت باید بشم گاهی برای محو کردن اثر یک تهمت چهل روز شخص روزه میگیره و این روزه گرفتن استغفاره یعنی یک نوع حمایت و یک نوع ساپورت از جانب خداوند بنابراین اینجا استغفار هم در کنار این توبه مکمل توبه می شود و اینها می شود اون مؤلفه های توبه که از یک منظر دیگری در ادبیات دینی و عرفانی ما مطرح شده ما در نوبت گذشته در منظر عرفان اشاره کردیم به شرایط توبه و به حقایق توبه و اینجا اشاره می کنیم ارکان توبه از منظر عرفا از یک نگاه دیگر که وقتی که ما می خواهیم اون ارکان توبه رو نگاه بکنیم توبه یک شرایطی دارد که دیروز عرض کردیم شرایط توبه این است که انسان توجه بکند به گناه گناه شناسی و هجاب شناسی و اینکه این گناه او رو از اون اسمت خارج کرده است و اینکه در حال گناه در حالی که او مرتکب شده و مرتکب می شده لذت می برده و علا رقم همه اینها نشستن و بی توجهی کردن به این که من تدارک ببینم در حالی که معتقدم که او بر من حاضر و نازل است این جزو شرایط توبه بود اما اشاره داشتیم به اینکه این توبه این یک حقائقی دارد حقایق توبه نگاه کنید شما پله پله ما سیر از ظاهر به باطن می حقایق توبه رو گفتیم بعد عرض می کنم که این توبه باطن و سرائری هم دارد یعنی غیر از اینکه توبه شرایطی دارد ارکانی دارد شرایطی دارد بعد سوم اینکه که این توبه حقائقی دارد و این حقایق خودش اسراری دارد و اون اسرارم باز لطائفی دارد خوب توجه داشته باشید این لایه در لایه رو من بارها عرض کردم که ما این مفاهیم رو اصلا وجود انسان هم یک وجود لایه در لایه است من یک لایه نیستم من عالمی هستم تو در تو از این جهت عرفا میان میگن شما عالم طبع دارید عالم قلب دارید عالم عقل دارید طبع همین طبعی که شما مشاهده میکنید بعد عقل بعد نفس بعد قلب بعد سر همطور لایه در لایه بعد خفی هست و بعد اخفا هست نور 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 این توبه هم همینطوره یعنی لایه های مختلف داره ما حقایق توبه رو اشاره کردیم دیروز یکی تعظیم جنایت یا یعنی اینکه این شخص جنایت را بزرگ ببیند گناه را بزرگ ببیند و بزرگترین گناه های کبیره این است که انسان گناه را کوچک بشمارد ولو این که اون گناه هر مقدار از نظر من و از منظر من چه باشد کوچک باشد بنابراین گناه رو باید کوچک ببیند بزرگ ببیند. ما گناهان را بزرگ نمیبینیم خیلی چیزها رو بزرگ میبینیم در یه عروسی این شرکت کرده این خانم در یه عروسی شرکت کرده در عروسی بعدی که یک ماه بعده این لباس بسیار مناسب زیبای خوبی که همه مردم خوب میگن خوب است اینو حاضر نیست که در عروسی دیگری بپوشد برای خودش ننگ میداند خوب توجه داشته باشید این دیدگاه ها ما رو میرسونه به اینی که نسبت بسیار بسیاری از امور معنوی ما نگاهمون عوض بشه نگاه دیگری داشته باشیم بنابراین اولین بحثی که مطرح کردیم تعظیم جنایت است دوم اتهام توبه اتهام توبه رو گفتم خدمتتون توضیح دادم شما نمازتونم باید متهم بکنید یعنی شما این نمازی که میخونید این نماز اون نماز نیست اتهام این نماز نماز رو اتهام میزنید این نمازی که من خوندم این نماز از صلات و المؤمن نیست این نمازی نیست که من نجات بده این نمازی نیست که از صلات و تنها ان الفحشاء و المنکر این دعایی نیست که من دارم میخونم شما 40 سال دعای نوبه خوندید 40 سال دعای کمیل خوندید 40 سال دعای توسل خوندید 40 سال دعای زیارت عاشورا خوندید خروجی این چهل سال چه بوده است بنابراین باید متهم بکنیم تمام رفتارهای خودمون رو نماز خودمون رو متهم بکنیم این نماز باید متحول بشه باید از همه نمازها توبه کرد از همه زکاتها توبه کرد از همه اسلام آوردن توبه کنیم اسلام جدید بیاریم یعنی اسلامی که واقعا اسلام باشد اسلامی که پیامبر پسند باشد اخلاقی که پیامبر پسند باشد در مورد توبه هم همین است که این توبه رو شما باید متهم بکنید در مورد خود همین روزه هم هست که شما متهم میکنید روزه خودتون رو این روزه رو گفتن درجاتی دارد روزه عوام همین روزه که ما میگیریم گرسنگی و تشنگی رو تحمل کنیم روزه خواص که علاوه بر اینکه نمیخورد و نمیاش آمد چشم او روزه است گوش او روزه است زبان او روزه است دست او روزه است پای او روزه است حواس ظاهری او روزه است و حواس باطنی او هم روزه است و روزه خاص که قلب او روزه است مثلا قلب جز به اون نمی این یه مقام است. اما در مورد همین روزه خاص خاص میگن یکی از نشانه هاش این است که بعد از آنی که افتار کرد قلب او معلقا مستربا بین الخوف و رجا قلبش معلق باید باشه بین خوف و رجا یعنی باید بگه روزه من قبول شد الحمدلله من یه روزه گرفتم افتار کردم روزه من قبول شد تا خاص امیدوار مطلق بشه بگه نه این روزه من نقص داشته متهمش بکنه تا خواست ناامید مطلق بشه بگه انشالله خدا قبول میکنه تا خواست امیدوار مطلق بشه بلا فاصله متهم بکنه تمام رفتارهاشو اگر انسان متهم بکنه بهتر میشه شما یه قضایی رو که میپذی یه وقتی از که تعریف میکنی از این قضا مطلقش میکنی گاهی از آنگه نه شما اون قضا رو متهم میکنی اتهام توبه و سوم عذرخواهی از, از خلق عذرخواهی از, از خلق رو دیروز گفتیم اما یک معنای بلندش این است که عذرخواهی از, از خلق یعنی این که تمام کسانی که به او ستم کردن شخصی اونها رو عفت کنند الانسان و اخول انسان انسان برادر انسان است و از همه بالاتر انسان به این مرحله برسد که من انسانی را نمی بینم که برتر از خودم باشد هیچ شخصی را بهتر از خودش بالاتر از خودش و ببخشید خودش را بالاتر از دیگران نبیند هیچ انسانی را پستر از خودش نبیند معنای عذرخواهی از مردم این است خب حالا این توبه ای رو که ما خدمتون عرض کردیم این توبه یک سلسله سرا این حقایق توبه رو ما گفتیم حقایق توبه تعظیم جنایت بود اتهام توبه بود عذرخواهی بود حالا این توبه یک سری دارد همطوری که عرض کردم سری دارد و خود اون سرم یه لطیفه ای دارد همین الان گفتم نور 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 بارها این مثال رو زدم اگه یه قالیچه ابریشم اینجا باشه و شما این قالیچه ابریشم رو ببینید تحسین میکنی شما این قالیچه رو میبینی این قالیچه رو درک میکنی میگه عجب قالیچه ابریشم زیبایی در کنار شما شخص دیگری هست که این شخص کارش اینه که قالیچه میفروشه ده سال داره قالیچه میفروشه نگاه میکنه به این قالیچه در این قالیچه قالیچه ای رو میبیند که شما نمیبینید یعنی شما نور رو میبینید اما این نور نور میبیند نفر سوم چهل سال داره قالی قالی میبافه توی تبریز این میاد اینو میبینه این چیزی رو میبینه که این دو نفر نمیبینن اون نوره نور نور میبینه قالیچه 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 رو میبینه نفر چهارم میاد که جدان در جدشون فروشنده قالی بودن و بافنده قالی بودن این نور 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 میبینند از همه اوهام و تصویرات دور نور 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 من چه میگویم مگر هستم بخوام؟ آفتاب 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 یعنی این آفتاب یا آفتابی است که این آفتاب آفتاب بودنش از اون گرفته اون آفتاب هم آفتاب بودنش از آفتاب دیگه گرفته ما جان داریم جان جان داریم و جانان داریم بنابراین این اشاره است به لایه های مختلف توبه حقایقی دارد خب ما اینو درک میکنیم یه وقتی هست که ما توبه رو در همون حد نازل متوسطش درک میکنیم یه وقتی که حقایق توبه رو ما درک میکنیم حالا سرائر توبه سرائر توبه عبارت است از اینکه دو جدا بکند تقوا را در توبه از عزت خواهی این دو تقوا و عزت خواهی رو از هم دیگه جدا بکند نگاه بکنید ما یک ملکه ای داریم انسانی که سالکه انسانی که داره خودش رو تربیت میکنه به ملکه تقوا میرسه ملکه یعنی حالت دیرگذر یعنی حالتی که از شما بشه این حالت رو خیلی دیر بگیریم هر حالتی در شما که بشه از شما دیر بگیرید اون رو میگن ملکه ملکات یعنی شما تمام وجودت ملکه شما این است که سر قرار همیشه خاره. حاضر میشید آدمی هستید که وفای به عهد میکنید این رو دیر میشه از شما گرفت این ملکاتی که در ما هست یک ای که در اینجا وجود داره به نام تقوا تقوا یعنی چی یعنی ترمز یعنی نگهداری ملکه تقوا در من ایجاد شده است اما توبه‌ای که میکنم بر اساس همین تقوا و ملکه تقوا باشد اما گاهی برخی از انسان‌ها بدون برخورداری از این ملکه تقوا اینها توبه میکنن و توبه اونها به خاطر عزت خواهی یعنی توی جامعه دیدم که اگر من بخوام به گناه آلوده باشم بدنام میشم در دل مردم حیثیت خودم رو از دست میدم جاه و مقام خودم رو از دست میدم من دیگه حرمت ندارم برای اینکه در دل دیگران من جا داشته باشم و من تو چشم دیگران باشم من توبه میکنم از این کاری که کردم پشیمون شدم و من توبه میکنم اینجا شخص به سمت نفس خودش رفته است یعنی کنش او به سوی او نیست بنا بود که توبو الله باشد نه توبو الا انفسکم یعنی شما برگردید به سوی او یعنی در اینجا او محبوب باشد این رو باید امتیاز اینی که ما میگیم خالص یعنی این اگر من کسی را دوست دارم برای خاطر خود او دوستش داشته باشم نه به خاطر خودم اگه من به خاطر خودم باشد که من خودم رو دوست دارم دروغ میگه اون رو دوست داری شما خودت رو دوست داری بنابراین در اینجا هم این حرکت به سوی او نیست اینجا حرکت به سوی نفس است یعنی اینجا اون تحذیب نیست اون تصویه نیست اون تسکیه نیست توبه از مقوله تسکیه است قد افله هم من زکاها رستگار شد کسی که این نفس خودش رو تسکیه کرد و قد خواب من دستاها زیان دید اون کسی که این نفس به حقیقت خودش رو دسته های دستیسه اصلا میاد یعنی پنهان کرد بنابراین این رو باید توجه داشته باشد که عرض می کنم که این انسان به سمت نفس نرود بلکه به سمت او برود و امتیاز بدهد بین تقوا و اون عزت خواهی گیرم که هزار مصحف از برداری هزار آیه قرآنم حفظی گیرم که هزار مصحف از برداری با آن چه کنی که نفس کافر داری نفس کافر یا کافر داری نفس تو کافر است می پوشانه حقایق را سر را به زمین چه مینهی نهی نماز وقتی که سرتو بر مهر میگذاری آن را به زمین بنه که بر سر داری بنابراین این اولین مسئله است که ما باید در اینجا توجه کنیم امتیاز تقوا از مسئله عزت خواهی دوم نسیان جنایت یعنی گناه رو فراموش کنه زمان گذشته زمان حال زمان آینده در زمان حال حال توبه به من دست داده است در توبه هم موفق شدم به دیدار رسیدم یعنی وصل شدم اتا ابو من از زنبه امام صادق فرمود کمن لا زنبه لهو کسی که توبه کرد با این ارکانی که ما گفتیم با این حالی که ما گفتیم مانند کسی است که گناهی نکرده محسوم است بنابراین وقتی که به این مقام اسمت من رسیدم به این پاکی و تطهیر رسیدم دیگه توجه به گناه نباید بکنم یعنی در حضور معشوق ذکری از جنایت نباید بکنم چرا برای که ذکر الجفا، حال الجفا ای جفا، حال الجفا جفا حال الصفا ای جفا اون ذکر جفا، حال الصفا جفا اون شما پیش شخصی میرسید که کارایی کردید خطاهایی کردید دو جور میتونید با این تو رو به رو بشید یکی اینکه وارد بشید ازش عذرخواهی کنید شروع کنید قدم به قدم گام به گام نفس به نفس تمام کارهای اشتباهی که کردی بگی با اینطوری کردم این جسارت رو کردم این فوش رو بهت دادم دو مرتبه این فضای صفا را تو تبدیل به جفا بکن یا این که نستر تو بندازی پایین و در حضور او بگی که من مستکینم من مستجیلم من پناه آوردم الهی و ربی و سیدی و مولایی بعد تقصیر و اسرافی علا نفسی معتذرا نادمن منکسرن مستقیلن معترفن لا اجد بی قافرا ولا اول قبائه در اینجا عرض میکنم که این عرض کنم که ذکر عیش رو عرض میکنم با یاد جنایت نباید خراب بکند خب این هم دوم و سومین از اسرار توبه از اسرار حقایق توبه توبه از توبه است این رو که همین الانم من اشاره کردم به صورت اتهام توبه توبه از توبه چرا برای اینکه من ابتدای امر نفس من اونجا حاضر است نفس میکاود نفس حرکت میکنه چون واقعا این نفس اجدر در اینجا سیر من و توبه من توبه نفسانی بعد اینو متحولش بکنم این تحول که همیشه باید در وجود انسان باشد و دیروز ما این رو اشاره کردیم به تحولی که مولانا اشاره کرده است سیر از توبه نفسانی به سوی توبه ربانی اینو میگن اسرار حقایق توبه حالا این اسرار حقایق توبه یه لطائفی هم دارد یعنی لطائف اسرار حقایق توبه که اگه بخوایم واردش بشیم یه مقداری گنجایش نیست هم ممکن است بعضی از دوستان بر نتابن بعضی از بحث ها رو ولی من فقط به یک نکتهش اشاره می کنم که اون لطیفه ای که در این اسرار حقایق توبه وجود دارد ممکن است که به ذهن انسان خطور بکند که این قضای الهی چگونه محقق شده است که همه موجودات مجبور باشند و خدا به من آزادی بده و قضای الهی این باشد که من با این آزادیم گناه بکنم خوب توجه داشته باشید و بعد باید بیام در صحنه توبه بکنم خب خداوند ملائکه را خلق کرده دائما بعضی‌ها در حال سجودن بعضی در حال رکوعن اونایی که در حال سجودن خبر از حال رکوع ندارن اونایی که در حال رکوعن خبر از حال سجود ندارن بنابر این این قضای الهی چگونه است اما توجه داشته باشید خداوند میفرماید من در روی زمین خلیفه برای خودم قرار دادم خلیفه یعنی آینه یعنی ای که باید الله را نشان بدهد. تمام خلقت در ازل پرتو حسنت زه تجلی دم زد عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد برای این است که خدا میخواهد مثل او را مثل خودش را ببیند این انسان مثل او بشود من بشوم مظهر یا ستار مظهر یا غفار مظهر یا کریم مظهر یا رحیم بنابراین در این صحنه ای که تو گناه کردی تو اسیان کردی آمدی در صحنه توبه تو در اینجا در کنار لطف او در کنار کرم او میبینی با وجود خود تجربه میکنی ستاریت او را نمیبینی کرم او را در اون جایی که توبه تو را میپذیرد نمیبینی در اون جایی که فضل او باعث میشود مغفرت شامل حال تو بشود با تمام وجودت حس میکنی که او چه لطفی دارد و چه رحمتی دارد بنابراین لطف را تجربه میکنی رحمت را تجربه میکنی تاثیر در عالم را تجربه میکنی به اینجا میرسی که گلی خوشبوی در حمام روزی رسید از دست محبوبی به دستم به دو گفتم که مشکی یا عبیری که از بوی دلاویز تو مستم بگفتم من گلی ناچیز بودم ولی که مدتی با گل نشستم کمال همنشین در من اثر کرد وگرنه من همان خاکم که هستم خب ما یه بحث این تموم شد ما در اینجا خدمت خانم ها و آقایون معلفه های توبه رو گفتیم شرایط توبه رو گفتیم ارکان توبه رو گفتیم حقایق توبه رو گفتیم اسرار حقایق توبه رو گفتیم و اشاره کردیم به یکی از لطائف اسرار توبه این که انسان در این محضر به درجه ای و مرتبه ای از اطمینان میرسد که دیگه فراموش میکند گناه را بهشت را جهنم را کیفر را همه چیز را وجود او اتصال محض میشود اتحاد محض می شود خب من در این قسمت آخر صحبتم دیگه میخواستم وارد این بشم که مراتب توبه کنندگان که ما چند جور توبه کننده داریم توبه مطیعین توبه آسین توبه از کنم که مبتدعین توبه متوسطین توبه انبیا توبه اولیا توبه عرفا تمام اینها هر کدام از اینها مؤلفه‌ای دارد ما این را ان شاء الله عرض اما یک فرازی از دعای سباه امیر المؤمنین علی علیه السلام بسیار این دعا این دعاها ما فقط نباید این دعا رو بخونیم لغلقه زبانمان باشد در این دعا هم ما باید توبه کنیم از دعا خوندن ها متهم بکنیم دعا کردن خودمون رو دعا وقتی صحیفه سجادی رو دستمون میگیریم این تعلیم و تربیت برای ما دعای کمیل تعلیم و تربیت برای ما دعای عرفه و نامه عاشقانه امام حسین برای که ما ساخته بشیم بنابراین من خواهشم این است که شما به این دعای سباه امید المؤمنین مراجعه بفرمید دعا میکند خدا یا وفته خدا یا باز کن بگشا و اللهم اللهم یعنی الله ام امه یعنی قصد کن اما یعنی قصد کرد یا امه یعنی قصد میکند امه یعنی قصد کن خدا رو قصد کن به من درها رو باز کن لنا مساری از صبح درهای صبح شکوفایی وجودم رو من میخوام به اون شکوفایی برسم صبح را به روی من باز کن با چه کلیدی؟ به مفاتیح رحمت با کلیدهای رحمتت و الفلاح و اون شکوفایی که منو شکوفام میکنی فلاحت و کشاورزی در وجود من میکنی شخ میزنی دیگه دعای امیر المؤمنین چیه؟ نگاه کنید دعاهای اینها رو و البسنی خدا یا منو متلبس بکن لباسی بر من بپوشان اللهم یعنی من قصد کن من خلع الهدایت هدایت وستلا. از بهترین خلعت هایی که تو اون خلعت ها ما چی میبینیم؟ تو اون خلعت ها زربف نیستن در اون خلعت ها ما هدایت میبینیم دلالت میبینیم روشنایی میبینیم مسلحت خودم رو میبینم خدا یا نمیخوام من مسلحتمو رو میخوام ما دعاهامون روی پسندمونه خدایا یا رو به من بده یکی درد و یکی درمان پسندد در. یکی وصل و یکی هجران پسندد من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه را جانان پسندد و اقرس یعنی خدای قرض کن ایجاد بکن اللهم به عظمت که خدا یا کن و ایجاد کن فی شرب جنانی در جویبارهای دل من یعنی وجود من علی مانند یک باغی است که در اون جویبارهایی هست در جویبارهای دل من خدا یا قرص کن چی ینابی الخشوع چشمه های خشوع را من به خشوع برسم یعنی نقطه مقابل کبر یک خضوع داریم که در اندام من و در ظاهر من آشکار میشه من در و شما میرم پایین میشینم اما یک خشوع داریم که تو قلبم من خودم رو پایین میبینم گاهی میرم پایین میشینم برای اینکه نشون بدم من خیلی بالا هستم باید منو ببرید بالا بنابراین گاهی از خودم ب... تعریف نمی کنم برای اینکه بدانید من چقدر خوبم که از خودم تعریف نمی کنم من خوشوی قلبی ندارم امیر میگه اللهم اقرس اللهم به عظمت که فیشر به جنانی جنابی الخشو و اجر اللهم خدا یا جاری کن لحیبت که خاطر اون حیبت خودت یعنی تجلی جلالیت من آماقی زفرات دمو از وجود من از چشمای من عشقهای زیادی را و ادب خدا یا عدب کن تربیت کن اللهم نزقل خرقه اون سبک من اون تنخویی من اون بی صبری من رو به عظمت القنوع با مهار قناعت من به استقنا نرسم قناعت در من شک بگیرد الهی ان لم تبتد ان و من که به حسن توفیق خدایا اگر حسن توفیق یعنی که من توفیق پیدا کنم توبه کنم توفیق پیدا کنم تو رو صدا بزنم به سبب لطف تو نصیب من نشود فمن سالک و بی الیک پس اون سالکی که میخواد منو ببره و حرکت بده و هدایت بکنه فی واضح طریق در اون راه روشنی که باید به تو منتهی بشم کجاست و این اسلمت نی اگر تو منو رها بکنی انا تو کلقا ادل عمل و المنا اگر تو مرا به دست آرزوهایی که دارم و این هایی که وجود منو گرفته آرزوهایی که بر من حاکم رها بکنی فمن المقیل و اثراتی من کبوات هوا چه کسی لغزش های مرا در اون موقع زمین خوردنم به خاطر هوا و هوس هوا یعنی پایین آوردن من کبوات هوا چه کسی میتونه من حفظ بکنه و این خزلنی نصر اگه یاری تو به سان جانب من نیاد و من خار و زلیل بشم این در محاربت نفس و شیطان در موقعی که دارم محاربه و مبارزه میکنم با نفسم و با خواهش های خودم و با شیطان فقط وکلن این خزلان اگه اینطور نشه به تحقیق اون خاری من و اون خاری که از جانب تو بوده به خاطر اینکه من لیاقتشو نداشتم الا و حیث و نسبه ول هرمان منو به دست رنج و هرمان میبرد اترانی خدا یا مرا میبینی ما اتهی تو که من نیامدم به سمت تو و در حضور تو الا من حیث الامال مگر به خاطر آرزوهایی که دارم اون آرزوهای بلند اما علقته به اطراف حبال که یا اینکه من آمدم میخوام تعلق پیدا کنم به اون رشته های محکم محبتی تو مگر اینکه با اکتنی زنوبی اندار الوسال در اون زمانی که این گناهان منو دور میکنن این گناه به من بعد میده دور میده از اون وسال تو فبعصل مقیت لکم تتر چقدر بد است این مرکب نفسی که من سوار او شدم من هواها از این قبیل هواهایی که دارد فواها لها لما سبلت لها زنونها و مناها و وای بر این نفس من به خاطر اون زن و گمانی که در من ایجاد میکنه و اون آرزوهای دست نایافتنی یعنی چیزی که بنده الان چندین و چند سال از عمرم میگذره آرزو یک جوان 20 ساله رو داشته باشم وای بر این نفس من و تبن لها و مرگ بر او لجرعات ها و علا ها برای این نفس من منو من خودم رو مفتزح کنم و جرأت بکنم در برابر تو استیان بکنم الهی فرختو الهی قرعتو الهی قرعتو باب رحمت که به ید رجایی خدای با دست امید دارم در خانه تو را میکوبم به حرب تو الیکه. من فرار میکنم به سوی تو فرار رو گفتیم چند روز پیش انسان باید فرار کنه از علم به سوی از جهل به سوی علم از کسرت به سوی وحدت از ظلمت به سوی نور حالا ما گاهی فرار میکنیم از کی فرار میکنیم از او فرار میکنیم و به او هم پناه میبریم و حرب تو الیک لا جن تو امیدوار شدم پناهنده شدم من فرط احوایی به خاطر این هواهای خودم و علقت به اطراف حبالک انامل ولایی و انگشت های خودم رو آویزان کردم و چنگ میزنم به اون رشته های محبت تو فسفح اللهم خدایا بگذر از من اما کنت تو اجرم تو اون جرم هایی که من مرتکب شدم من زللی اون لغزش هایی که داشتم و خطایی و عقل خدا خدایا نبین در من چطور دیدی ندیدی و عقل منو نجات بده بیا دست منو بگیر من سرعت ردایی این قلب من مریض شده من دچار سرعت ردایی شدم سرعت ردایی من بیماری حمله بیماریم وجود من رو گرفته قلبم مریض شده قلبم دچار قفل شده قلبم دچار قلف شده قلبم دچار لاهیه شده قلبم دچار لح شده چهل تا مرض در قرآن برای ما خداوند ذکر می کند فب... انک سیدی و مولای تو سید من هستی تو مولای من هستی و معتمدی تکیگاه من هستی و رجایی امید من هستی و انت قایت و مطلوبی تو نهایت مطلوب من هستی یا قایت و طالبی و منایفی منقلبی و مسوایی الهی کیفت تدرد و مسکینن خدایا چگونه رد میکنی انسان مسکین و افتاده ای را که التجع علیکم من از ذنوب هاربا به تو پناه آورده از گناهانی که از دست اونها فرار میکنه هم کیفت تو خیب و مستر شدن چگونه تو نامید میسازی کسی را که مسترشد است یعنی طالب رشد است شتابان داره حرکت میکنه قصد الی جناب کسایی ها طلب میکند رشد ها و سعی و کوشش دارد به سوی تو هم کیفت هم ترد و زمانه چگونه رد میکنی تو شخصی را که تشنه است. برد اله یاز کرد وارد شده در اون حوز کوسر معرفت و حکمت و رعفت و محبت از جانب تو کلا و هیاز و کم نه اینطور این س... پی... حوز تو هم مارد داره سیراب می کند فی کل محول و با و مفتوح لطلب ال... در این خوشسالی که من وجودم خوشسالی گرفته منو داره لبریز می و درهای تو باز است برای هر سوالی و برای هر ورودی و انتقایت مسئول و نهایت المعمول الهی حاضه از امت و نفسی اقل توها به اقال مشیدت خدایا من سرنوشتم رو به دست تو دادم خدایا سرنوشت ما و سرنوشت همه عالم به دست تو سرا و قسمت می دهیم به ناله تائبانت ما را در زمره تائبان حقیقیت قرار بده خدایا ما را از اون توبه ابتدایی به توبه انتهایی و به انابه و به مقامات بالای تائبین منتها و منتهی بفرما خدایا از این درس و از این بحث نصار ارواح گذشتگان ما پدران و مادران روحی رحمتی عائل و واصل بفرما خدایا در این ماه رمضان ما را ببخش و بیاموز دست های ما خالی بر مگردان هم و غم و گرفتاری این بلای جهانی را دفع و رفت بگردان از همه شما عزیزان تشکر میکنم فردا شب به امید خداوند با برنامه دیگری خدمت شما هستم. از همه عزیزان مرکز قدیر هم تشکر میکنم. خدا یا چنان کن کار. تو خشنود باشی و ما رستگار و سلام علیکم و رحمت الله و برکات.